با به قدرت رسیدن سنی های تندرو در افغانستان، طالبان پاکستان و دیگر سنی های تندرو هم در این دو کشور روح تازه یافتند و بر اقدامها و عملیاتهای های تروریستی و وحشیانه خود علیه مردم بی گناه به خصوص شیعیان افزایش دادند. حالا و با گذشت بیش از یک سال از این ماجرا اکنون موج جنایت های ضد شیعی در این دو کشور افزایش یافته و خبرها حکایت از آن دارد که سنی های تون رو در پاکستان شیوه های جدیدی برای جنایت های خود ایجاد کردند. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. شکل جدید از ستیز جویی علیه شیعیان در بین سنی های بسیار از مناطق پاکستان در حال شکل گرفتن می باشد که شیعیان و سایر های غیر مسلمان منطقه را تهدید می کند. متاسفان مدت هاست که رشد خشونت های فرقی و تعصبات قبیله ای در پاکستان توسط سنی های تون از حمایت حکومت سیاسی و نظامی وقت برخوردار است. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و در پیان افزایش فعالیت طالبان پاکستان این خشونت ها افزایش یافته است اگرچه این امر برای بسیاری به ویژه نیروی نظامی این کشور شناخته شده لیکن رسانی ها از گزارش مواردی این چنینی به شدت من شدند در سال 2020 خانم دکتر آیش صدیقه تحلیلگر مشهور امور دفاعی به این مسئله اشاره کرد که حکومت پاکستان طبق گزارش ها بارها شاهد کشته شدن حدود 4800 1347 شهروند شیعه بر اثر اختلاف های فرقی در بین سال های 2001 تا 2018 در این کشور بوده است. از این رو اندیشه کده معروف در امور سیاست بینون موسم به گروه بحران بینون ملنی ICD در آخرین گزارش خود در زمینه خشونت های و فرقه در پاکستان راجع به ظهور یک قدرت محلی اسلامی و افزایش نفوذ جنبش های اعتراضی تون رو و خشونت ها میز در کشور پاکستان هشدار داد گروهی که معروف به لبک بوده و اکثریت بار الوی پاکستان از آن حمایت میکنند. این گزارش ICD آی که در اوایل سپتامبر سال جاری منتشر شد اشاره کرد که این گروه های تازه تشکیل یافته اگرچه از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوت می شود می باشند، اما مسئول برخی از متری نوع کشدارهای دست جمعی کشور در سالهای اخیر بودند این گزارش هشدار داد که اقلیت‌های مسلمان به ویژه شیعیان در مقابل با این گروه های مخالف بسیار آسیب پذیر می باشند ماید خاموش اخبار شیعه